رویدادی که تا یک دقیقه دیگر اینجا اتفاق می افتد، تیتر یک روزنامه های ایران و بسیاری از رسانه های جهان می شود. 74 نفر از وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای حزب جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب در این انفجار جان خود را از دست دادند. اما چه کسی این انفجار مرگبار را رقم زد؟ این شخص با چهره‌ای کاملا شبیه انقلابیون و مسئولان جمهوری اسلامی که روابط صمیمانه‌ای با اعضای حزب داشت، او که برادر محمد رضا کلاهی خوانده می‌شد، بمب را داخل یک کیف به محل جلسه برده بود. او یک نفوذی بود. اینجا هم تا دقایقی دیگر منفجر می شود و ایران در یک لحظه هم رئیس جمهور رجایی و هم نخست وزیر باهنر را از دست می دهد. پیکرها را در آمبولانس قرار بدهید. اول پیکر شهید رئیس جمهور، دوم پیکر شهید نخست وزیر دکتر باهنر. این بار نیز پای چهره‌ای به ظاهر سوپر حزب اللهی در میان است، با سمتی عالی در نظام، مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور. درباره او مشهور است که میگویند همواره دو خودکار به همراه داشته است، یکی خودکار اداره بود و یکی خودکار شخصیش. همواره هم سعی میکرد صحبت را به خودکارها بکشاند و بگوید این خودکار شخصی را با پول خودم خریدم تا هر وقت خواستم یاد داشته شخصی بنویسم از خودکار بیت المال استفاده نکنم. تقید برادر مسعود به نماز اول وقت و نوافل و حفظ بیت المال زبان زده خاص و عام بود. او هم اما یک نفوذی بود. به جای دورتری می رویم و به زمانی دیگر. اینجا امریکاست، دفتر مرکزی سازمان سیا در سال 1985. در یکی از اتاقهای این ساختمان جلسه محرمانه در حال برگزاری است. موضوع جلسه فوق سری است. چند روز قبل جاسوسان سیا در شوروی لو رفته اند و نیروهای ضد جاسوسی سیا می خواهند بدانند این اتفاق چگونه رقم خورده است و کجای کارشان ایراد داشته است. آنها برای کشف واقعیت به یک افسر کارکشته و مورد اعتماد نیاز دارند، چون سر و کله زدن با سازمان اطلاعات شوروی کاگبه نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالا و رازداری و وفاداری عمیق دارد. از بین همه افسرانی که حائز این شرایط بودند، رابرت هانسن بهترین گزینه تشخیص داده می شود. او سالها در بخش ضد جاسوسی FBI کار کرده و تسلط خوبی بر روی مسائل شوروی دارد. هانسن پرونده را به دست می گیرد، ولی هرچه زمان بیشتری می گذرد گره های بیشتری در پرونده می افتد. مقامات اطلاعاتی آمریکا کلافه و سالها درگیر این پرونده هستند. سرانجام با تطمیع 7 میلیون دلاری یک تاجر روس که با سازمان اطلاعاتی روسیه در تعامل بود، سرنخ‌هایی را کشف می‌کنند و وقتی به متهم اصلی می‌رسند، انگشت به دهان می‌مانند. آنها به خود هانسن رسیده بودند، همان کسی که از طرف سیا مأموریت داشت که خودش را پیدا کند. آمریکایی‌ها در سال 2001، یعنی 16 سال بعد، هانسن را در حالی که بسته حاوی اطلاعات را برای روس‌ها جاسازی می‌کرد، دستگیر کردند. از این پرونده به عنوان بزرگترین فاجعه امنیتی در تاریخ آمریکا یاد می‌شود. هانسن در دادگاه اعتراف کرد که 1,400,000 دلار پول نقد و الماس از روس‌ها گرفته است. او هم یک نفوذی بود. به خاورمیانه برمیگردیم. اوایل دهه 1960 میلادی به سوریه. My name is Kamel Amin Thabet.
او یک چهره ضد اسرائیلی تمام عیار است و در اوج تقابل اعراب و اسرائیل یکی از موتورهای محرک احساسات ضد اسرائیلی در سوریه است. سخنرانی های آتشین او علیه اسرائیل در مجلس سوریه بسیار معروف است. کامل امین از افراد زینفوز در سوریه است. قرار است وزیر دفاع شود و جز به سه گزینه اصلی برای تصدی پست نخست وزیری به شمار می رود. او اینجا به بلندی های جولان رفته است تا با سربازان سوری که در خط مرزی با اسرائیل مستقر هستند دیدار کند. او از اینکه سربازان در سنگرهای زیر نور شدید آفتاب به سر می برند ابراز ناراحتی می کند و دستور می دهد کنار سنگرها درختانی بکارند تا انرژی سربازان زیر اشعه خورشید تحلیل نرود. چندی بعد همه آن سنگرهای مخفی هدف گلوله های ارتش اسرائیل قرار می گیرند و سربازان سوری کشته و مجروح می شوند، چرا که کامل امین در کدی محرمانه به اسرائیلی ها خبر داده بود که هر کجا درختی تازه می بینید همانجا را بزنید. حالا که مشخص شد او جاسوس اسرائیل بوده، بهتر است نام واقعیش را هم بدانید. ایلی کوهن، او یهودی و متولد اسکندریه مصر بود و اساساً اهل سوریه نبود، ولی در بلبشوی آن سالها با نام و هویت جعلی و به عنوان یک بازرگان سوری که از آرژانتین به کشورش برمیگردد وارد سوریه شد و با نشان دادن خود به عنوان یک چهره ضد اسرائیلی و کمک به جریانهای مبارز جهان عرب با مقامات سوریه ارتباط برقرار کرد و تا عالی ترین سطوح نفوذ کرد. او قبل از رفتن به سوریه 6 ماه آموزش فشرده جاسوسی دید و هنگامی که جنرال میر امیت رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل بدرقه‌اش می کرد به او گفت آقای کامل امین، یادت نرود تا جایی که می توانی علیه ما فحش بده. ما دوست داریم شعار مرگ بر اسرائیل تو از دمشق تا تل آویو برسد. به شهادت تاریخ، ایلی کوهن توصیه میر امیت را به خوبی اجرا کرد و در تاریخ سوریه کمتر کسی همانند او علیه اسرائیل حرف زده و شعار داده است. او با همین شعارهای ضد اسرائیلی بزرگترین خدمت را به اسرائیل کرد و بسیاری از تحلیلگران کوهن را یکی از عوامل پیروزی اسرائیل بر اعراب می دانند. در موزه بین المللی جاسوسان در واشنگتن نیز بخشی را به وی اختصاص داده اند. کامل امین یا همان ایلی کوهن در 1965 توسط سرویس اطلاعاتی سوریه شناسایی و دستگیر شد و در ساعت 3 بامداد 18 ماه می 1965 در ملأ عام به دار آویخته شد، چرا که او هم یک نفوذی بود. و حالا باز به همان جایی برمی گردیم که گزارشمان را از آنجا آغاز کرده بودیم، به تهران. ولی تهران امروز و یک سؤال را جدیتر از هر زمانی مطرح می کنیم. آیا تهران و حکومت کنونی ایران عاری از نفوذی است؟ آیا تنها نفوذیان ایران همان کلاهی و کشمیری بودند یا در طول زمان استمرار، گسترش و تعمیق یافتند؟ آنها چه نشانه هایی دارند؟ آیا مثل کشمیری بسیار متدین نما و حزب اللهی نما هستند؟ همانند ایلی کوهن شعارهای تند می دهند و انقلابی دو آتشه اند؟ یا شاید همانند هانسن خودشان مسئول یافتن نفوذی ها هستند؟ ما نمی دانیم چه کسانی نفوذی اند، ولی اطمینان داریم که نفوذی ها وجود دارند و کاسه داغتر از آش هستند و این برای ایران ما بسیار خطرناک است.